در دامنه کوه‌های از جنس موم و زیر آسمان نقاشی شده با آبرنگ، شهری بود زیبا و خوش آب و هوا. مردمان مهربان، باغ‌های سرسبز و دریاچه پرآب این شهر و مخصوصاً کودکان شاد آن در میان شهرهای دیگر مشهور بود. مردم شهر مومی به یکدیگر لبخند می‌زدند و روزگار با شادی می‌گذشت. نانوا می‌کوشید بهترین نان‌ها را بپزد. بقال خوبترین خوراکی‌ها را عرضه می‌کرد و شیرین پز برای بچه‌ها کلچه هدیه می‌داد. روز از روزهای آفتابی مرد قد بلند و خوش چهره به نام سنگو با دریشی شیک و برودهای سیاه وارد شهر شد. در دستش جعبه‌ای دیده می‌شد که تعداد شیشه خالی را در آن گذاشته بود. بنابر رسم مهمان نوازی، همگی او را به نوبت به خانه هایشان دعوت کردند. پیش از همه آقای سنگو مهمانی نانوای شهر را پذیرفت و با جعبه شیشه های خالی به خانه او رفت. سر سفره آقای سنگو در حالی که سرپوش یک از شیشه ها را با احتیاط باز میکرد و زیر چشمی به نانوا میدید، گفت: برعکس حرف های سماورچی، شما نانهای خوب و خوشمزه میپزید. صدای مثل به هم خوردن دو شیشه بلند شد. شرنگ! آقای سنگو فوری سر شیشه را با سرپوش بست. نانوا از آقای سنگو تشکر کرد، اما بسیار ناراحت و جگرخون شد. او هیچ باور نمی کرد رفیق نزدیکش سماوارچی در مورد نانهای خوشمزه او این طور گفته باشد. فردای آن روز شیرین پز شهر آقای سنگو را دعوت کرد. او بهترین شیرینه هایش را پخت و برای مهمان عزیزش بسیار خوش آمد گفت. سنگو در حالی که کلچه های خوشمزه را می خورد و سر پوش یکی از شیشه ها را با دقت باز می کرد، زیر لب گفت: عجب کلچه های خوب و خوشمزه ای؟ هیچ نمی فهمم که چرا نانوا می گوید کلچه های شما را کسی دوست ندارد. جالب است به خدا. باز هم صدای مثل به هم خوردن دو شیشه بلند شد. شرنگ! آقای سنگو سری سرپوش شیشه را بست. شیرین پز از آقای سنگو تشکر کرد، اما بسیار غمگین شد. او هیچ باور نمی کرد که رفیق خوب و نازنینش نانوا در مورد شیرینی ها و کلچه های خوشمزه او این طور گفته باشد. آقای سنگو در تمام شهر گشت و به خانه تک تک شهریان مهمان شد. چند ماه بعد تمام مردم شهر با هم دیگر قهر کردند و سنگو تنها کسی بود که همگی به او اعتماد داشتند. دیگر نانوا به سماورچی نان نفرستاد. بقال به خاطر اصلاح سر به شهر همسایه رفت و دهقان برای شیرین پز گندم نفروخت. کم کم دکانها بسته شدند و شهر از جنب و جوش افتاد. دلهای بزرگترها پر از کینه شد و از همدیگر متنفر شدند. کینه و نفرت حرارت بدن مردم شهر را بالا برد و روی آب و هوای شهر مومی هم اثر گذاشت. هوا گرم و گرمتر شد. کوه‌ها و درخت‌ها که همگی از موم ساخته شده بودند نرم شدند و چکیدند و شکل‌های بدقواره‌ای را به خود گرفتند. دریاچه زیبای شهر مومی در اثر گرمی آفتاب خشک شد. ناگهان ابرهای سیاه از هر طرف آسمان شهر را پوشاندند. باران بارید و بارید و باد وزید، باران چسبناک و بادهای تند. در دریاچه خشک سیل جاری شد، سیل از موم سیاه و سرخ، سیل تیره و ناپاک. منظره‌های شهر که روی دیوارهای طبیعت به دقت نقاشی شده و با مهارت کنار یکدیگر چسبیده بودند، یکی یکی از دیوارها جدا شدند و بر زمین افتادند. وقتی آسمان دلش را خالی کرد و ابرها کنار رفتند، شهر کثیف و ویران باقی مانده بود. مردم آهسته آهسته از خانه ها بیرون شدند
و با تعجب دیدند که کودکانشان پیش از آنها برآمده و در کوچه های گلالود بازی میکنند. جالب این که حتی پاپوش های آنها هم در این همه مرداری و ناپاکی گلالود نشده بود. نانوا چشمش به شیرینی پز افتاد. میخواست رویش را برگرداند و با او سلام نکند. اما شیرینی پز با صدای لرزان صدایش کرد. ای نارفیق، چرا در همه جا غیبت مرا میکنی؟ هرچه نانوا توضیح میداد که این کار را نکرده است، شیرینی پز نمیپذیرفت. با اصرار و سماجت نانوا، بالاخره شیرینی پز حرفش را باور کرد و آنها مثل گذشته با هم دیگر نشستند و قصه کردند. پس از کمی گفتگو هر دو متوجه شدند که کسی بین آنها اختلاف انداخته و هر دو فریاد زدند: سنگو! هر دو نزد بقال و دهقان و سلمان و دیگر دوستانشان رفتند و ماجرا را گفتند و همه با صدای بلند گفتند: سنگو! پس از آن روز دیگر هیچ کسی نتوانست سنگو را پیدا کند. بچه ها دایروار ایستادند و سرها را نزدیک یک دیگر آوردند. پس از چند دقیقه همگی به طرف خانه هایشان دویدند. یک ساعت بعدتر منظره های زیبای طبیعت را خشک کردند و همه را با دقت کنار یکدیگر چسباندند. موم ها را از هم جدا کردند و درخت و کوه دشت ساختند. دیوارهای شهر را دوباره رنگ‌آمیزی کردند و در دریای خشک آب و ماهی کشیدند، اما آب جاری نمی شد. گل های ته دریاچه را با پنسل پاک تمیز کردند و به کمک نقاشی باد را کشیدند تا اینکه آب دریاچه آهسته آهسته به حرکت افتاد. آسمان را آبیتر و آفتاب را درخشانتر رسم کردند. دوکانها باز شدند و شادی و نشاط به شهر مومی برگشت. دلهای پاک بچه ها دوباره آب و هوای شهر را خنک و گوارا ساخت و لبخند را به لبهای شهریان برگرداند. 30 سال گذشت. شهر مومی هر روز زیباتر از دیروز می شد. باز هم در یک روز آفتابی بیگانه پیر با لباسهای ژنده وارد شهر شد. در سراسر پشتش دهنه ده‌ها شیشه خالی را با ریسمان‌های نازک به هم دیگر بسته بود. وقتی راه می رفت ضمن شرنگ شرنگ به هم خوردن شیشه ها به یک خار پشت شباهت داشت. تازه وارد از کنار بقالی و شیرینی پزی و نانوایی گذشت تا به میدان شهر رسید. هیچ کس او را نشناخت. تشنگی، بیخوابی و خستگی در چهرهش دیده می شد و قطرات درشت عرق بر ریش ناتراشیدهش پیدا بود. بچه ها و بزرگترها دورا دور او را حلقه زدند و او هم از ناتوانی خودش را روی دو زانو به زمین انداخت و صدای شرنگ شیشه ها در تمام شهر مومی پیچید. دخترک برای تازه وارد یک پیاله آب سرد آورد. همین که تازه وارد جرعه آب نوشید، مرد میانسال با دقت به چهره تازه وارد نگاه کرد و فریاد زد: سنگو! سنگوی دروغگو! خودش است! بچه ها فرار کردند. پیاله آب از دست سنگو افتاد و شکست. مردان خشمگین دورا دور او حلقه زدند. یکی از پیرمردها با خشم و غضب گفت: سنگو، باز از ما چی میخوایی؟ مگر ما به تو چی بدی کرده ایم؟ عشق در چشمهای سنگو درخشید و گفت: اجازه بدهید برایتان قصه کنم. و سنگو این طور قصه کرد: من از دوستی شما سوء استفاده کردم و تمام اعتماد شما را دزدیدم و در این شیشه های لعنتی گذاشتم و با خودم بردم به شهر خودمان، شهر یخی. در مدتی که من اینجا مشغول جمع آوری اعتماد بودم، کسی از شهر دیگری به شهر یخی آمد و تمام محبت های شهر ما را دزدید و فرار کرد. شهر ما به بدبختی و فلاکت دچار شد و اعتمادهایی را که با خود برده بودم همگی از میان رفت. عشق و محبت دیگر در دل هیچ کس جوانه نزد.
30 سال است که این شیشه های خالی را با خودم به هر جا میبرم تا فراموشم نشود که چه خطای بزرگی کردم. در حقیقت این شیشه ها با هر شرنگ شرنگ خود مرا نفرین میکنند. قطره های اشک از چشمان سنگو سرازیر شد و ادامه داد: در شهر یخی دیگر کسی به تشنه ها آب نمیدهد. هیچ پیرمرد و هیچ پیرزن بر سر کودک دست نمی کشند. هیچ کسی بر روی دیگر لبخند نمی زند و حتی هیچ کودک با پرنده ها دانه نمی دهد. مردم شهر عمومی ناراحت شدند و با تعجب به هم دیگر نگاه کردند. اگر ممکن است، وای خدا، بچه ها کم کم به میان جمعیت برگشتند. پیرزن گفت: حال از ما چه می خواهی سنگو؟ نمیگذاری آرام زندگی کنیم؟ صدای سنگو بلندتر شد و در حالی که از گریه تکان تکان میخورد پیشانیش را بر زمین گذاشت و با آواز گرفته فریاد زد: من برای گدایی محبت به اینجا آمدم، با من محبت بدهید، مرا دوست داشته باشید، من اشتباه کردم. ناگهان خشم و غضب در چشمای سنگو نمایان شد و فریاد زد: در حقیقت این گناه شما بود که با صداقت و راستی خود مرا وسوسه کردید. گناه خودتان بود که به حرف یک بیگانه باور کردید و به من اجازه دادید اعتماد شما را بدزدم. آه خدای من، چقدر بدبختم، من چه میگویم؟ باز صدای حق حق سنگو بلند شد و در میان گریه هایش عاجزانه گفت: من به شما ظلم کردم، مرا ببخشید. هیچ کس مرا دوست ندارد و من هم هیچ کسی را دوست ندارم. آیا هیچ رنج بزرگتر از این پیدا می شود؟ با مردم بدبخت شهر یخی رحم کنید، با ما رحم کنید. مردم مهربان شهر مومی خیلی ناراحت شدند، اما هیچ کسی نمی دانست چطور به سنگو کمک کند. ناگهان دخترک خردسال به نام کتایون با موهای چنگ چنگی و چشمان بادامی پیش رفت و دستش را بر شانه سنگو گذاشت. سنگو با تعجب سرش را بالا آورد و به دست کوچک دخترک نگاه کرد. دخترک سنگو را در آغوش گرفت. چند دقیقه همین طور گذشت. همگی به دقت به حرکات دخترک خردسال نگاه می کردند. چهره پریده رنگ و پرچین و چروک سنگو کم کم باز شد و لبخند آرامش بخش بر لبهای خشک و پریدرنگ او نشست و آرام آرام چشمهای خود را باز کرد. دخترک بر روی سنگو دست کشید و سنگو هم پیشانی او را بوسید. دخترک در میان جمعیت گم شد و پس از چند دقیقه سنگو روی پاهایش ایستاد و گفت: شما مردم مهربانی هستید، با آن که من به شما بدی کردم، ولی از شما غیر از محبت چیزی ندیدم. این دخترک خوب در دل سرد من دانه محبت کاشت. من این دانه با ارزش را با خودم به شهر یخی میبرم، آنجا در دلهای دیگران میکارم. به خاطر اینکه بتوانم خودم را ببخشم، قول میدهم دانه های محبت را به تمام شهرهای دور و نزدیک ببرم. سنگو در میان صدای به هم خوردن شیشه ها شهر مومی را ترک کرد و رفت تا شهر یخی را نجات بدهد. از روزگار نجات شهر یخی تا امروز سنگو شهر به شهر می گردد و جوانه های محبت را که یک دخترک خوب برایش هدیه داده در همه جا می کند. او هنوز به دنبال شهرهای جدید است و سفرهایش ادامه دارد. اگر شهر شما هم به کمبود محبت دچار شده، ناامید نباشید. سنگو در مسیر سفرهایش به شهر شما هم میرسد.